هم مرغ 17 تا واکسن بهش میزنن که هیچ کدامش برای مرغ نیست. این هدف شمایی و هدف بچه هاتونه. تو سایت هم نوشین یه مقدارش. بچه هاتون وقتی که سنشون رسید به 18 سال همه شون بدون استثناء حالت تناسلیشون میشه 2 سانت. اینقدر. یعنی یه هدفی گرفته انگلیس تمام عقده‌هاش میخواد سر ما اینجوری خالی کنه. همش هم یهودیا دارن این کارو میکنن. متاسفانه برای جوانای امروز هم زدن. الان جوانای ما همشون 20 25 ساله های ما 20 ساله های ما همشون متاسفانه همشون انقدیان. هیچ کدومشون زن نمیتونن بگیرن، نمیتونن زن داشته باشن. این باعث عذاب خانواده است. روشون هم نمیشه به پدر مادرشون مشکلاتشون بگن. و نسل بعدی که بیاد 20 سالش بشه دیگه هیچی نداره. یعنی دیگه زن و مرد یه شکل میشن. اینا دارن توطئه میکنن برای ما. حالا هی بگید مرغ نخوریم چی بخوریم؟ برید سرتون رو بزنید تو دیوار. برین دنبال غذاهای سالم قدیمی مجدداً. نرین تو صف نونوایی الان وایسین برای نون. مردم دارن نابود میشن اینجا. این وزارت بهداشت باید پاسخ بده به این مردم. همه چند روز پیش دیدین شنیدین دارو استفاده کردن کلینیک خصوصی بوده، داروی آمریکایی استفاده کردن 17 خانواده کور شدن. مگه آمریکایی نیست؟ داروی قاچاق. چی میگی؟ زود اسمش عوض میکنین دارو قاچاق. آمریکایی هست یا نیست؟ چجوری اومده وارد این مملکت شده قاچاق؟ باید دنبالش رفت. نمک یوددار و شب بریزین رو غذای گوسفند 24 ساعته کور میشه و بچهش هم سخت میشه. برید امتحان کنید. بعد یه ماش ابله بلا نسبت شما هی میگن آخه تلویزیون میگه که نمک یوددار بخورید. خاک تو اون سرت کنن. چیتوز موتورید هم تلویزیون میگه دیگه. تو عقلت کجاست؟ نمک یوددار رو بریزین تو پوست گوسفند 24 ساعت بمونه. همین های گوسفند میکشید دیگه ولی نمیکشید. 48 ساعت بمونه بعدش باز کنید. اول از اون رهد و رواقتون رو باید ببندین چون بوی گندش خفتون میکنه. مگه نمک نیست؟ هرچه بگندن نمکش میزنن دیگه. مگه این نمک نیست؟ و چرا گندیده؟ پس نمک نیست. ما هم میگیم این نمک نیست. دروغ به مردم نگید. این نمک نیست. نمک یوددار وقتی میریزی تو پوست گوسفند هم بوی گند میگیره هم تو آفتاب نور بگیری میبینی سوراخ شده پشمش هم کنده میشه. برای چی باید بخورین؟ سخت جنین به خاطر اینه که خانمهای ما همین دوتون دون دارن سخت میکنن. اینا که چشاشون خون ریزی میکنه چقدر تو فامیل الان چشا خون ریزی کرده؟ این مال نمک یودداره. نخورید نمک یوددارو. آردی که الان دارن میزنن این آرد مواد صنعتی توشه. 4 سال دارید میخورین. 6 سال دیگه تو خونه های شما همه تون لباساتون رو در میارید دخ میرین تو خیابون. همه تون آلزایمر میگیرین. از همه جهت دشمن حمله کرده. راهش هم از راه دانشگاه است. چرت و پرت مینویسه میره تو دانشگاه طرف به عنوان استاد میگیره به دانشجو تا یاد میده اونم میاد میشه مسئول وزارت بهداشت به شما میگه و اینجوری میشه که الان داریم میبینیم. و مطمئن باشین یه روزی مثل کنترل جمعیت یه دفعه ما آقا میاد توی میدون. چون اونم ما خیلی کار کردیم خیلی گفتیم آقا این کنترل جمعیت دروغ میگن. میگن نمیدونم لوله ها رو میبندن. لوله بستن نیست، این عقیم سازیه. استریلیزیشن به انگلیسی یعنی عقیم سازی. یعنی دارن مردای ما رو اخته میکنن. حکمش اعدامه. آخر موفق شدیم این کار رو کردیم. حالا الان که باهاشون صحبت میکنید دیدیم حالا گفته بودیم ولی خب ما هم نظرمون همین بود. یادشون میره این نمک یوددار. یودش مثل بمب اتم از انگلستان داره میاد. این یود صنعتی شیمیایی کشنده است. پدر سوخته ها اگر میخواین یود به مردم بدین همین نمکایی که دارین میریزین تو رادیو ایران هم من چند روز پیشا گفتم نمک هایی که میریزین جاده ها رو خیابون ها رو باهاش برف ها رو آب میکنید اون نمک رو توی کارخونه یودش رو سوا کنید ببین چند هزار تن میشه. با
اون مقدار یودی رو که نیاز دارید درصدی که میخواید تو نمک طبیعی بزنید بده مردم بخورن. نمکی رو که میگی درش رو باز میکنی بچه نباید نزدیکت باشه یعنی چی؟ یعنی هواش که میخوره به بچه سرطان میگیره. خودتون دارید میگید برای چی به مردم میگید نمک رو بخورید؟ هر روز ما یه گندابی داریم، ریشه اینها رو باید کند و میکنیم. حواستون باشه بچه های ما رو، الان دخترای ما همه کوتولو کوتولو، 190 دخترای ما بودن الان رسیدن به 150 سان، هی از زیر پاشنه کفششون رو بلند میکنن. از اون برم تصمیم تلفن هایی که تو خیابون گذاشتن دیدیم باج تلفن ها رو میارن پایین، پاشنه کفش بالا توج تلفن پایین، که تو متوجه نشه قدت داره کوتاه میشه. باجه های تلفن 30-40 سال پیش ببینید بلند بود، پای میسادی اونجا قشنگ پول مینداختی، قدها همه بلند، قبلش هم بلندتر بود. اینها دارن توسط تغذیه ناسالم شما رو نابود میکنن. نخورید، نذارید روازاده ها برن این همه زحمت بگیشیم روغن و کنجد رو بیاریم تو مملکت باب کنید، یه انگلیسی کسافت میاد میره روغن مایه رو که سرطانزا هست میریزه توی شیشه جدید، روش مینویسه سرخ کردنی، بعد میگه کنجد خوبه ولی برای سرخ کردن خوب نیست. باز داوره این مردمه، قشر نادان بدان نسبت اون قشر نادان باز دوباره گول میخورن. چی شد اطرس طلایی؟ روازاده داد زد گوبین از مدفوی انسانه، از فاضلاب تهیه میکنن این کره رو. کره گیاهی ما نداریم، ما روغن گیاهی داریم. از ترسشون جمع کردن بردن ترتیبش دادن و یه سری اسیر چرب باتیش کردن، مایش کردن. حالا مریض اومده میگه خب اطلس طلایی نخوریم میتونیم نمیدونم روغن چیچیه هسته انگور بخوریم؟ هیچی دیگه. ما اینجا نشستیم که فقط ببینیم شما چه گندابی بالا میاریم خانم فلانی. آقا جان هرچی که قدیم بوده برین دنبالش بگیرید و بپذید و بخورید و کیف کنید. چیزایی که جدید میارن دنبالش نرید. روغن برنج و روغن فلان اینا دروغ همش. چایی رو میبینید الان دارن بیلبورد میزنن چای سیاه، چای سیاه دیگه شد سرطان‌زا، مخل عمر، طول عمر، اصلا خطرناک. ما که همه راجع به چای حرف میزدیم شما تعریف میکردیم که حالا میگه چی؟ چای سبز خوبه. چای سبز همون سیاهه، اشعه خورده. چای سفید همون چای سیاهه، هنوز نرسیده. برید چای کارا رو بپرسین، همش همون چاییه. این چاییه سرطانزا، چاییه کشنده است، عمرت رو کوتاه میکنه. برید چایهای طبیعی بخورید. بعد اومدن چایهای طبیعی رو اسمش گذاشتن دمنوش. به روازده میگن تو هی برو فرق بزن. ما الان به اینا یاد میدیم دمنوش، به کارخونه دارا انگلیسی هم میگیم که از اینا بدن. چرا اینا قبلا دمنوش نمیدادن؟ چرا کار زبون رو درست نمیکردن بدن به مردم؟ حالا میدن مینویسن دمنوش. 20 سال دیگه 30 سال دیگه تو به 90 میگی پاشو برای من یه چای گلاب زبان درست کن، میتوبه بهش. بابا بزرگ چرا تو بلد نیستی؟ این دمنوش چایی نیست، چای همین یک از انگلیس اومده. مصادره میکنن، یادتون باشه، حواستون باشه این کارا رو بکنی. آب و روغن و نمک تو همونطور که تو سیدیا هست برای ای برین سیدیا رو بگیرید، ارزونه، خیلی ارزونه. یه دونه هدیه میخواید بدید، یه دونه سیدی کامل میگیرید، 7-8 تا دیویدی و اینا توش یه بسته است بدین، یه دونه هدیه. من چقدر 10 تومنه 5 تومنه 8 تومنه نمیدونم 8 تومنه حالا هرچی اونو ببرید بدین، زندگی بخرید برای عزیزانتون، نه اینکه کاکاو بگیرید ببرید بدین بخورن بچه هاتون بمیرن. این کاری که من میگم شما امسال حتما به عنوان هدیه ببرید، سیدی بدین، برید تکثیر کنید. نگن میخوان کاسبی کنن، چرا که بهت میگم برای من که نمیتونن بگن، نمیگن به لوازده طوری کار کرده که همه میدونن. شما ببرید تکثیر کنید، هدیه بدید، تکثیرش نمیصرفه براتون، قیمتش پایینه که نمیصرفه. شیک و شکیل ببرید بدین یاد بگیرن. روغنی که میریزه رو گاز خوراک پسی نذارید
سفت میشه نخوریدش دیگه. این حرارت میخواد سفت میشه تو بدن تو هم حرارته. یه آدم احمقی میاد میگه کبد چرب. بابا جان من چرا مردم رو منحرف میکنی؟ ما کبد چرب نداریم که. کبد چرب یعنی این که تو احمقی بلا نسبت، تو یابویی نمیفهمی، منم انگلیسم میفهمم، یعنی این که تو چربی زیاد خوردی کبدت چرب شده چربی نخور. عسل ها همه شکرن، یعنی با شکر درست شده، تو عسل نخور شکر بخور. یعنی این معناش اینه دیگه. این طوری نیست، دروغ میگن این پدر سوخته های انگلیسی. کبد چرب یعنی تو روغن صنعتی خوردی. تو سونوگرافی معلومه همونجور که رو گازت ریخته چسبیده صفر شده، رفته تو کبدت هم گرم چسبیده. حالا روغن میخوری، روغن خوب میخوری، میره اونو حل میکنه. امتحان کنی روغن زیتون بخوری، حجامت هم بکنید، سه ماه بعد برید میگن کبدت درست شد. از چربی عامل کبد چرب نیست، روغن صنعتی عامل کبد چربه. خب آقای دکتر نون هم شما میفرمایید الان اینجوری شده، خب نون چیکار؟ نون که نون ما دیگه واقعا همه چی میشه. اون موقع که میخواستن ماکارونی بیارن توی مملکت، خیلی هم گفتن ای مثل کرب میمونه، همه رو ماکارونی خور کردن، یه نفر هم نداشت، الان دارن. پیتزا آوردن همینطور. شما برید فرهنگ خودتون رو بیارید. الان صفا حرکت شروع کرده الحمدلله، اتفاقات زیادی میافته تا دو سه سال آینده. خب شما زودتر آشنا شده، زودتر را بیافتید. دارن الان تو شهرستان ها گندم های بهمون میگیرن، میدن آسیب های محلی آسیاب میکنن، میپزن میدن به مردم. ما هم اینجا وایسادیم، پاش وایسادیم، حنجرمون هم پاره میکنیم. انشالله به یاری پروردگار یه کمکی شما بکنیم، این دهن دشمن رو ببندید. دشمن اگر بفهمه خودش عقب نشینی میکنه. برای خدا نخورید آب وایتکسی رو، نخورید وایتکس رو، نمیخورن. چی بخوریم؟ بل کنید از این حرفا رو. وقتی که تصمیم گرفتید ببین آب خوردن هم هست، نمکتون رو درست کنید، آب خوردن درست کنید، روغنتون رو درست کنید، همه اینا رو. ظروف مسی که دیگه آقا در طول تاریخ همش استفاده میکردید، بالا میگم مس سرطان زای ای دل غافل. شما سادگی میکنید که اینجوری باهاتون حرف میزنن. برید ببینید، یاد بگیرید، ببینید طبیعت چیه. بابا تو طبیعت سرد بلغم دیگه، هی شوهرت باید دعوا میکنه چرا نریم خونه مادر من یه سر بزنیم. خب این بلغم دیگه. بلغم یعنی چی؟ یعنی ماست، یعنی شل، دوست نداره. باشه حالا فردا باشه یه سال میخوای بریم خونه مادر من، بریم خونه مادرت، نه بعدا میریم، بریم بیرون یه دوری بزنیم. نه خب بلغم دیگه، یاد میگیری سری درست میکنه. شوهرت عصبانیه، هر دفعه میاد میخواد یه چیزی رو بشکنه. خب این خشکی داره دیگه، غذاشو درست میکنه یواشکی، وای به روزی که شب بهش بادمجون بدی. همون قابلمه بادمجون رو نصف کار خورده میزنه تو سرت. خب اینا رو باید یاد بگیرید دیگه. اینا رو مادر بزرگا اجداد ما بلد بودن، تنظیم میکردن، آرامش میآوردن توی خونه. شما بلد نیستی، همونجا میری چیزی میاری میری بهش میخوره که همون میشه چوب میزنه تو سر خودت. یه صلوات بفرست.